و یکی از این کشته شدگان سهراب عربی هست. سهراب عربی 19 ساله یکی از کشته شدگان نارامی های پس از اعلام نتیجه انتخابات در ایران هست. مادر سهراب عربی در گفتگویی با فریده رهبر از صدای آمریکا میگوید که هنوز در انتظار معرفی عامل مرگ پسرش و تحویل وسایل اوست. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. یک هفته بعد از خاکسپاری سهراب من شکایت نوشتم و وکیل گرفتم، پیگیری هم کردم. در واقع فقط حرفی که زدن اینه که 3 متری الا 15 متری با اسلحه کلاشینکوف تیر خورده و نام پزشک قانونی هم که ارجاع کننده نداشته، یعنی معلوم نیست چه کسانی آوردن و چه ما رو انداختن پزشکی قانونی لخت و اوریا. هنوز جوابی به ما ندادن که کی اینو کشته، کجا کشتن. شما به خطاب به آقای حداد عادل موضوعاتی رو مطرح کردین، انتظار شما از مقامات چی هست؟ من شخصا خودم قاتل برام مهمه که معرفی بشه و محاکمه بشه با قضات عادل، بیارم به ما معرفی بکنم، بگم چه کسانی این کار رو انجام دادن و به چه منظوری، بچه من واقعا کجا کشته شده. اگر من برای آقای حداد عادل نامه دادم، فقط علتش این بودش که ایشون فرمونده بودن که کهریزک 3 نفر مردن، این مسئله مهمی نیست، مسئله اصلی نیست. در صورتی که من به عنوان یک مادر حق دارم، به عنوان یک شهروندی که در این کشور دارم زندگی میکنم، حق قانونی منه که من بدونم چه اتفاقی افتاده، چی شده، چه بلایی سر بچه من اومده. اگه کشته شده بوده موبایل این بچه همراهش بوده، چرا به من اطلاع ندادم؟ 25 روز اینا منو سر کار گذاشتم. من تمام دادگاه انقلاب رفتم، اوین رفتم، بعد از چند ماه هنوز هیچی نمیدونیم. ما مجلس قوه قضاییه اینا، من نامه دادم برای همشون، جواب منو بدم، حرفا رو بزنن، به قول معروف روی زخم ما بدتر نمک بپاشن، کم خودمون داریم میکشیم. من به عنوان یک مادر، به عنوان یک سرپرست خانوار، این توقع رو دارم که به من جوابگو باشن. چرا وسایل بچه منو نمیدن؟ چرا موبایل بچه من، اگر هر کسی تو ایران موبایلش گم بشه یا دزدیده بشه، در عرض یک ماه پیگیری میکنن، پیدا میکنن. ولی الان موبایل بچه من، از زمانی که این بچه گم شده بوده، هنوز موبایل این بچه پیدا نشده. وسایل شخصیش ندادن، انگشترش بوده، گردنبندش بوده، عینکش بوده، لباسش بوده. برای من اینا عزیزه، برای اونا شاید اصلا ارزش نداشته باشه، ولی برای من ارزش معنوی داره.